بعد از انقلاب که حالا 3 سال انقلاب فرهنگی شد، کلن همه چی راکت شد و دیگه کاری نتونستیم انجام بدیم که اون مدت رو من تقاضا کردم که چون میرفتم بیکار میشستم تو همون ادارهی که باید استخدام بودم، چون استخدام رسمی بودم، هنرستان ها هم تعطیل شد و من خیلی عذاب میکشتم. انتقال پیدا کردم به مرکز موسیقی. اونجا هم نتونستم، چون یه عده گروه ها رو همه رو منحل کرده بودن، یه عده کسایی بودن که خب رسمی بودن ولی نوازنده بودن، کیبورد بود، نمیدونم سازهای دیگه، ترومپت بود، ترومبون بود، نمیدونم، یعنی سازهایی که اصلا خب در چیز ما نبود، اینا رو همجور مونده بودن چیکار بکنن. یه عده نشه، منم یه نفر خانم بودم، یه گروهی درست کرده بودن، اون بمتار بزنه، اون نمیدونم چی بزنه، یعنی یه چیز قاراش میشی که اصلا آدم نمیتونه فکرش هم بکنه. که من رفتم، خدا رحمت کنه آقای سلمانیان، گفتم که من نمیتونم اینجوری کار کنم، یه اتاق در اختیار من بگذارید من کار تحقیقی بکنم، من با این افراد. ایشون برگشتن گفتن که از نظر اخلاقی نمیتونید یا خودتون بالاتر میبینید؟ گفتم من از نظر اخلاقی هم خودم بالاتر میبینم. یه مدتی هم یه اتاق در اختیار من گذاشتن و لطف کردن. در اون برهه و در اون زمان این درخواست خیلی ثقیل بود، ولی من رو حرفم رو زدم. بعدم که هنرستان آباز شد، مجددا من به هنرستان برگشتم و هنرستان تدریس می کردم، ولی با خودم رو بعد از چند سال بازنشست کردم. سال 71 بود. در سال 77 دوباره من به عنوان مدیر هنرستان دعوت به کار کردن، که من البته 3 ماه طول کشید. آقای دهلوی اینا یه شورای بزرگی داشتن، اونا من انتخاب کرده بودن. آقای دهلوی گفتن هنرستان خیلی بلبشویه، وضعیتش خیلی خرابه، میتونی؟ و خیلی 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 خوشحالم با اینکه 5 سال عمرم رو اونجا گذاشتم. از صبح تا ساعت 1 موقع میدید 12 شب وقتی که بچه برنامه داشتن، کنسرت داشتن، ولی من معمولا تا ساعت 7 تا 8 شب میموندم تو هنرستان تا آخرین شاگرد از مدرسه بره بیرون. بچه هایی که به ثمر رسیدن، چه هم از اونایی که ساز ایرانی میزنن چه اونهایی که ساز کلاسیک میزنن، در اون برهه خیلی خیلی خیلی، من نمیگم همه میگن، خیلی رشد کردن. و نتیجه اینکه الان ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی، نتیجه همون دوران. برای اینکه من خیلی از دروس اضافی که بچه ها داشتن به جاش کلاس های دیگه میذاشتم که در ارتباط باشه با موسیقی، و به این ترتیب خوب بچه ها رشد بهتری پیدا کردن. ولی هنوزم به نظر من اشتباه خیلی درس ها زائده. باید برای کسی که کار موسیقی میکنه دروس خاص ها، همونطور که همون که میگم برای کودک باید موسیقی خاص خودش ارائه بشه که بتونه موسیقی ما، موسیقی ملیمون رو بشناسه. برای یک هنرجو هم باید این مسئله باشه که دروسی که مرتبطه با اون، یعنی میتونه که بعدها سازنده باشه، به دردش بخوره. من یه زمانی برای اینکه موسیقی
یعنی خانم ها رو کنار گذاشته بودن و به خصوص خواننده زن رو، من یه گروهی تشکیل دادم و با خانم پریسا شروع کردم، در زیر زمین، در پارکینگ، در این ور در اون ور. همسرم و همسر ایشون اونجا رو میدادن، تزیین میکردن، درست میکردن، کاراشو انجام میدادن و ما برنامه اجرا میکردیم. به خاطر اینکه پول هم نمیموند، نه فکر کنید بگم از نظر مالی بود، اینقدر بود که یه چیزی به نوازنده های گروه بدم این کار انجام بشه، برای اینکه بانوان هم سهمی دارن. صدای زن صرفا نمیتونه به خاطر اینکه صدای زن هستش کلن حذف بشه. من گروه بانوان رو به این ترتیب تشکیل دادم، یک مقدار زیادی هم چند وقتی هم کنسرت اجرا کردیم، ولیکن بعد ارشاد متوجه شد، یعنی میدونستن البته، و اعلام کردن که نکنید این کار رو. خودشون دست گرفتن این کار رو، جشنواره گل یاس من جمله از اونها، جشنواره نمیدونم چند تا جشنواره بود که بعد موسیقی بانوان آوردن تو جشنواره های مختلف، فجر رو نمیدونم. خب من اول اعتقاد داشتم، ولی من الان کاملا مخالفم که خانوم ها بیان برای خانوم ها برنامه اجرا کنن، اصلا معنی نداره، اصلا معنا نداره. ولی من برای اینکه یه حرکتی، یه قدمی بشه برای اینکه خانوم ها بتونن عرض اندامی بکنن و خودشونو، و این حرکت هم اتفاقا ثمر بخش بود و الان خیلی گروه ها دارن کار میکنن، ولی به اعتقاد من این کار در حال حاضر درست نیست. خانم پری ملکی که یکی از خواننده هام بودن، باشون کنسرت تور اروپا رفتم، خانم هوروش خلیلی که خب چند تا سی دی باهاشون کار کردم. عزیز نامهربانو، عزیز شیرین زبانو، چه سنگین دلی نامهربانو، سوزوندی مغز تو استخونو. هر ملک بار من روحی بچینی کمرو، هر ملک بار من روحی بچینی کمرو، ای خدا پاییز بیا بارون بیا بی کمرو، ای خدا پاییز بیا بارون بیا بی کمرو. دونه ی انارو، دونه ی انارو، شکوفه ی بهارو، دونه ی انارو، دونه ی انارو، شکوفه ی بهارو. خانم قانم رو قرار بود یه کاری با همدیگه انجام بدیم که نشد متاسفانه، همون بلواها و سرصداهایی که برای همون چهار تا سی دی به وجود اومد، بچه هم دیگه من کلن این مسئله رو گذاشتم کنار. خب شما دانشکده هم یه وقتایی درس میدید؟ بله، من دانشگاه درس میدادم، دانشکده های کاربردی، والا پیش از انقلابم هنرکده موسیقی درس میدادم، بعد از انقلابم چند تا از این واحدهای علمی کاربردی و اینها درس دادم، ولی نتیجه نداره. به دلیل اینکه بچه‌ای که صفر کیلومتر میاد، ببین دانشگاه محلیه که آدم باید آموخته هاشو پرورش بده، آموخته هاشو زیادتر بکنه، نه اینکه از صفر شروع بکنه و چهار سالی لیسانس بشه. بعد این بچه کار میخواد، این نوجوان کار میخواد، و این میشه که میرن معلم جاهای مختلف میشن و این شرایطی که الان دارید میبینیم به وجود اومده. از نظر موسیقی من سال 71 بود همراه خانم پریسا خواننده که رهبر سرپرست ارکسترشون بودم، گروه نیریز با 4 تا نوازنده دیگه، با خود من 5 نفر
خانم پریسا رفتیم تور اروپا. در پاریس برنامه اجرا می‌کردیم. یک بعد از اینکه برنامه‌مون تموم شد، خب من تکنوازی هم دارم همیشه در کارهام دیگه. خب آهنگسازی هم کرده بودم یه قطعاتی رو اینا. بعد یک آقای اومدن پشت صحنه به نام جولیان وایس که البته الان چندم 3-4 ساله به رحمت خدا رفته، جوانم بود، یعنی جوان که خیلی نه ولی خب به هر حال ایشون اومد و با یک حالت شگفت‌زدگی به من گفتش که به زبان انگلیسی و خودش فرانسوی بود، تو یه آرتیستی، برای اینکه من کسی رو ندیدم تا حالا اینجوری ساز زده باشه قانون، تو علاوه بر مثلا چیزهایی که برای موسیقی عرب و اینها هستش یه چیزهایی رو از خودت میزنی که اصلا برای من قابل چیز. من یه سیدی، اون موقع سیدی نبود، یه دونه کاست دلنوا، اولین کاستی بود که من برای موسیقی تکنوازی قانون اجرا کرده بودم، به همراه یه جلد کتاب اول که اون موقع چاپ شده بود دادم خدمت ایشونو. گفتش که تشکر کرد رفت. فردا صبح زود به من زنگ زدن، من گفتن که یه کسی میخواد با تو صحبت کنه دیگه، حالا مترجم داشت و اینا بر من ترجمه گفت، میخواد بیاد پیش شما و از شما یه سوالاتی داره. گفتم خب بیاد. اومد و گفتم خب از تو قانون یاد بگیرم. گفتم من امروز بعد از ظهر دارم پرواز دارم و نمیتونم این کار رو بکنم. خودش نوازنده قانون بود در کشورهای عربی و در سوریه هم مقیم بود. یکی از قطعاتی که من اجرا کرده بودم در اون نوار خوارزمی استاد پایور بود، قطعه خوارزمی که تنظیم کرده بودم برای ساز قانون. این سعی کرده و پیاده کنه ولی نمیدونست چه جوری باید بزنه، بر من زد و اینا. گفتم نه این اینجوریه و بهش گفتم و اینا، و دیگه ما با هم ارتباط داشتیم، ارتباط تلفنی و اینا داشتیم، تا اینکه تقریبا 10-12 سال پیش بود، من آموزشگاه موسیقی باغ نغمه ها رو دارم، ایشون اومد در اون مؤسسه من و اعلام کردش که من اومدم که ردیف از شما یاد بگیرم. من در 10 روز ردیف میرزا عبدالله رو، دستگاه ماهور و چارگاه رو از ساعت 10 شب تا 5 صبح با این کار کردم، بدون هیچ چشم داشتی، بدون هیچ پولی، بدون هیچ. و ایشون سفر بعدی که اومدش برای من یه دونه میز قانون و شکلات از این چیزا هدیه آورده، میز قانونی که 1 کیلو وزن داره، یعنی جمع میشه تا شوه. این خیلی برای من انگیزه خوبی بود که گفتم ببینید مثلا با اینکه در کشورهای عربی و جاهای دیگه انقدر قانون نواز هست ولی این آدم از اونجا مثلا خواسته که موسیقی ما رو هم یاد بگیره. من خودم کنسرت‌های پژوهشی زیادی در زمین ساز قانون دادم، البته همه مجانی بوده، یعنی هیچ پولی دریافت نکردم برای شناسوندن این ساز به مردم، چه در داخل چه در شهرستان‌ها، یعنی در تهران، در شهرستان و در خارج از کشور.